و ادامه صبح زندگی خوش آمدن در بخش فکر نو هستیم. مدینه محب فعال اجتماعی مهمان ما هستند و امروز روی طراحی سرنوشت صحبت میکنن. البته بر همه ما شما سرنوشت ما مهم است، زندگی ما مهم است که بتوانیم یک زندگی خوب داشته باشیم، زندگی رویایی خود را تجربه بکنیم و امروز روی که چطور بتوانیم اهداف خوب در زندگی ما داشته باشیم و چطور بتوانیم توسط افکار عمل کرده ما بر رویاهای ما برسیم بیشتر مدینه جان بر ما شما معلومات میتن. خوش آمدید مدینه جان، صبحتان بخیر. به نام خداوند لوح قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، سما خدمت آید خدایی تو راست. همه آفریده از بالا و پس، توی آفریده هرچی است. سلام خدمت شما گرداننده موفق تلویزیون ایران، تمام بیننده های صبح زندگی. امید است روز را به خوبی آغاز کرده باشید. سلامت باشین، تشکر. امروز یک موضوع بسیار خوب را انتخاب کردیم در رابطه با طراحی سرنوشت. از اونجایی که همه چیز از افکار ما آغاز میشه، هم ما در ذهن خود رویاهایی داریم، افکار داریم، چطور بتوانیم توسط افکار ما سرنوشت ما را طراحی بکنیم و اهداف ما را بسازیم؟ در نخست ما باید به این فکر بکنیم که هدف چی معنی؟ هدفهای خود را تعیین بکنیم. هدف در زندگی مهمترین عامل است که ما بتونیم آینده زیبا را خلق بکنیم. یعنی انسان تا طراحی نداشته باشه نمیتونه یک پدیده را خلق بکنه، چی برسه به یک آینده زیبا را خلق بکنه. ما یک آینده زیبای ما وابسته به هدفهای ماست که چی هدفها داریم و چی کارهایی را میخواهیم انجام بدهیم. اینکه انسان با هدف همیشه موفق میباشه، انسان بی هدف مثل مسافری است که در یک جاده تاریک راه گم شده باشه و به دور خود بچرخه و به هیچ جایی نرسه. این جا سرچشمه میگیره که ما هدف داشتن به ما حرکت میبخشه و مسیر زندگی را برای ما روشن میسازه که ما کدام طرف برویم و چگونه آینده خود خلق بکنیم. اینجا خداوند هم برای ما میگه که طراحی آینده تان به دست خودتان است. دستور قلم که میگه نون و القلم و ما یسطرون، یعنی که قسم به قلم و به هر آنچه که مینویسد، اگر ما بنویسیم خداوند برای ما خلقش میکنه. البته که طراحی کنیم، چون طراحی هر پدیده هم زیبایی هر پدیده هم مربوط به طراحیش میشه که چگونه طراحی شده بله. و چگونه خلق میشه. بله، بدون شک. و البته خداوند جل جلاله هم بر ما گفته که شما از ما بخواین، شما حرکت کنین و ما برکت در اهداف و در کارهایتان میندازم. پس همه چیز شروع میشه از خواسته های ما، از ذهن ما، که چقدر ما ذهن قوی داریم، چقدر ما توقعی بالایی داریم از خداوند و چقدر به معجزات خداوند و به اینکه ما لایق بهترین ها هستیم اعتماد داریم. و هر چقدر که اعتماد ما بالا باشه، هر چقدر که ما خود لایق بهترین ها ببینیم، به ما اندازه ارزش ما بلند میره و میتونیم چیزهای خوب در زندگی ما داشته باشیم. خب میاییم روی یکی از شبهایی که واقعا متفاوت است و بیشتر از مسلمانان، البته به تمامی ارکان دین اسلام، به تمامی سوره های قرآن باور دارن و از جمله شب قدر که یکی از شبهای متفاوت است و بیشتر از مردم این شب قدر خیلی زیاد گرامی میبینن و خیلی زیاد عقیده دارن به اینکه بیشتر از سرنوشت های ما در شب قدر طراحی میشه. خوب است در مورد شب قدر بر ما بگویم که در شب قدر چی رخ داد؟ بدون شک هر چقدر درباره شب قدر صحبت کنیم بازم کم است، اما ما فقط به یک هدف اشاره میکنیم. خداوند رحمان جهان هستی را جهت یک طراحی که در طراحی خلق کرد، چون همین طراحی را در شب قدر به انجام سپرد. یعنی اینکه تمام جهان هستی را هم خداوند، تمام کائنات خلق کرده، تمام زیبایی هایی را که ما امروز میبینیم و تمام تقدیرهای انسان ها را که خداوند خلق کرده در شب قدر نوشته. یعنی تنها فقط یک اشاره است به شب قدر و این میتونه که زیبایی های جهان هستی را که خداوند در شب خلق کرده و همچنان به رسول خود میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، که تو چی میدانی شب قدر چیست و لیلة القدر شهر خیر من الف شهر. یعنی اینکه لیلة القدر شبی است که از هزار ما بهتر است. یعنی اینکه ما اینجا میتونیم به این پی ببریم که خداوند جل جلاله تمام هستی را به اساس یک طراحی خلق کرده. بله، فقط یعنی تمام زیبایی هایی را که امروز میبینیم از خلقت خداوند، تمامشون در شب قدر رخ داد و ما میتونیم که با امی طراحی در زندگی خود یک شب قدر داشته باشیم جدا از بحث اسلامیش.
میتونیم که به مثل امیک خداوند در یک شب تمام زیبایی های جهان را خلق کرد، میتونیم که در یک شب تمام زیبایی های آینده ای را که در ذهن داریم، در فکر داریم خلق کنیم، فقط بر روی کاغذ و برایش تلاش بکنیم و به خداوند خود توکل بکنیم تا به او چیزهایی را که میخواییم خداوند بر ما بده و ما به او رسیم. البته تا ننویسیم خلق نمیشه. یعنی وقتی نوشتیم میتونیم که طراحیش کنیم، این باز برمیگرده به اینکه طراحی سرنوشت. میتونیم در یک شب بنشینیم و تمام آینده خود را طراحی کنیم. کی را میگیم طراحی سرنوشت؟ یعنی سرنوشت خود را رقم بزنیم. ای که میگیم یعنی ما تقدیر خود را تعیین کنیم، این چیزا اگر خداوند نوشته درست است که نوشته، اما او هم هست چه نوشته و هم نیست چه نوشته. این باز مربوط خود ما میشه که ما بر ما عقل داده، شعور داده، اختیار داده که ما تلاش میکنیم به دست میاریمش یا هم تو سربسته میمونیمش. بله بدون شک هم ما اشرف مخلوقات هستیم و خداوند جل جلاله زندگی را یکسان بر هم آفریده و این برمیگرده به ذهن خود ما، به قلب خود ما، به عقیده خود ما، به زحمت کشیدن خود ما که چی میخواییم از زندگی. و بدون شک زمانی که ما درخواست میکنیم، ما مینویسیم، ما به خاطرش زحمت میکشیم، میتونیم اون چیزها را در زندگی خود خلق بکنیم. خب بعضی از ما اشخاص هستن که در جریان هدف گذاری خیلی خوب هدف هم می نویسن و عقیده خیلی محکم هم می داشته باشن، ولی در او جریان ناامید میشن. چطور بتانیم جلو ناامیدی ما را بگیریم و چطور بتانیم زندگی رویایی خود را و زندگی که ما در اهداف ما داریم را خلق بکنیم؟ ببینین این باز به این ور می گرده که ما انگیزه خود از دست میدیم. همین ذره یک نامید شدیم، باید بشینیم هدف های خود را دوباره مرور بکنیم که ما چی آرزوها داشتیم، چی رویاها داشتیم، تصویرسازی ذهنی داشته باشیم. بعد از اینکه ما هدف های خود را نوشتیم، ببینیم که ما چگونه، یعنی وقتی اگر ما به این هدف نرسم چه زیان هایی به خودم، به خانوادیم، به علم و تحصیلم، به چهار اطرافم وارد میشه، و اگر برسم و وقتی که ما این عمیق قانونت پیاده بکنیم، هیچگاهی در جریان هدف گذاری خود نامید نمیشیم، دوباره انگیزی ما چارج میشه و انرژی مثبت ما به زمین ناخودآگاه ما ارسال میشه. زمین ناخودآگاه هم که با کائنات اساسش میتونیم دیگه که هر چیز خدا خواستیم دقیقاً. در مورد قانون نوشتن برام گفتن و گفتن تو زمانی که ننویسیم نمیتونیم به دست بیاریم. خوب است بیشتر برای هموطنان ما معلومات بتن که چطور بتونیم توسط نوشتن اهداف ما را به دست بیاریم. زمانی که ما میخواییم هدف گذاری بکنیم، نخست به یک قلم و یک کاغذ سفید نیاز داریم و این 6 مرحله داره. مرحله اولش ای است که چگونه میتوانیم، باید امی زمانی است که ما ورقه و کاغذ و قلم را که برداشتیم، هر آن هدفی، هر آن چیزی که چی عاطفی، چی احساسی، چی مادی، چی معنوی، چی ارتباطی، هر آن هدفی، هر آن چیزی را که ما در دنیا دوست داریم، باید دموری از ما ورق بنویسیم. این زمانی است که ما دیگه پرنده اندیشی خود را میگذاریم که هر طرفی که میخواهی براده، هر شخصار موفقیتی که میخواهی بینشینه. در این زمان در هیچ چیزی فکر نمی کنیم که چگونه، یعنی هدف تکمیل میشه نمیشه، هیچ فکر نمی کنیم، فقط این مرحله نوشتن است. بله. مرحله دومش هم که است مرحله زمان بندی است که ما باید همین هدف های خود را زمان بندی بکنیم که هدف های دراز مدت، هدف های کوتاه مدت. هدف های کوتاه مدت همیشه که بگویم من میرم یه رقم برنامه پر می کنم، مثلا من یه کتاب می نویسم، اما هدف های دراز مدت اگر ما بخوایم یک دکتر، بهترین دکتر شوم، حداقل به 7 سال 9 سال درس خواندن من نیاز دارم. بله. که بتانم دکتر شوم، باید این هدف های خود زمان بندی بکنیم. و سیومش هم که است مرحله ایجاد انگیزه است. مرحله ایجاد انگیزه است که زمانی وقتی نامید شدیم، اما گپ قبلا که بگوییم مگه چون من چرا به یه هدف نرسم، اگه برسم این فایده ها رو داره، اگه نرسم باز چیز می، یعنی اگه نرسم خب زیان هایش رو میبینیم، اگه برسم بله، یک ترس ذهنی بر خود ما ایجاد میکنه، یک ترسیم ذهنی. و همچنان مرحله پنجم که هستم میگیم برنامه ریزی برای رسیدن به هدف ها. در مرحله پنجم هدف هایی را که تعیین کردیم، راه هایی را برای رسیدن به هدف های ما پیدا میکنیم. و همچنان مرحله دیگه که است اولویت بندی است. اولویت بندیشان میکنیم. و مرحله ششم هم که است فقط شروع کردن است. هر آن چیزی را که بخوایم طراحی کنیم، هر قدر بنویسیم، هر قدر روی پردازی کنیم، تصویرسازی ذهنی بکنیم، اما اگر شروع نکنیم باز هم ناقص میشه. بدون شک هم قسم است. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردن مدینه جان و معلومات بسیار خوب با ما شریک ساختن. اگر پیامی هم گفتنی ازتان باقی مانده باشه میشنویم. پیام ما فقط همی است که همیشه وقت هدفهایی که دارین تلاش بکنین، هیچ گاهی جا نزنین، خداوند نامید نمی کنه کسی را. بدون شک. و به این هدف و این گپی که میگه خواستن توانستن است پای نبنین، تنها خواستن توانستن است، خواستن جمع برخواستن مسایب توانستن میشه.
هر قدر که بخوایی اما تلاش نکنی، کوشش نکنی، چیز فقط همیشه تلاش کنیم توکل خود را به خداوند داشته باشیم. بدون شک. خیلی ممنون مدینه محب از اینکه تشریف آوردن و تشکر از امروی شما هم. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه.